به یکی از بزرگترین مراکز استخراج رمز ارز کشور در غرب تهران. فضا برای بیش از 14,000 ماینر پیش بینی شده به 7,000 تاش فعاله. این مرکز که قرار بود محلی برای کارهای دانش بنیان بشه، انگار تبدیل به مزرعه بیت کوین شده. اومدیم بررسی کردیم، گفتن که ابررایانه‌ای داریم که داره کارهای دانش بنیان رو پوشش میده. ما احساس کردیم که در پوشش دانش بنیان دارن کارهای غیرقانونی انجام میدن. مالک این مرکز مدعیه که برای استخراج رمز ارز مجوز داره و حدود 100 میلیارد تومان هم برای این کار هزینه کرده. جواز رو هم گرفتیم، تاییدیه‌ها هم گرفتیم، از مسیر قانونی هم این کار رو وارد کردیم. یه دستگاه غیرقانونی ما نداریم اینجا. داره ادعا میکنه که 14,000 تا مجوز داشته، اما خب پروانه برداری برش صادر نشده. این مزرعه ظرفیت استفاده از 14,000 ماینر رو داشته که اگه با همه ظرفیت فعالیت میکرد، حدود 4% برق کشور باید فقط صرف فعالیت این ماینر ها بشه. هر ماینر برای استخراج رمز ارز در ماه حدود 600 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه و با فعالیت 7000 ماینر و با یه حساب سرانگشتی، یعنی مصرف حدود 4,200,000 کیلووات ساعت برق در ماه، یا به عبارتی این مصرف برق 28,000 واحد مسکونی. این ترانزای برق، این کابلای فوق قوی، این کابلای این طرف که قشنگ مشخصه، این برق بسیار زیادی رو مصرف میکنه. این در حالیه که رئیس جمهور هم در اوایل خرداد ماه سال جاری استخراج رمزارزها رو تا پایان شهریور ماه ممنوع اعلام کرده. فعالیت های رمزارز و استخراج رمزارز تا پایان شهریور باید تعطیل بشه. این عملیات انشالله کماکان ادامه داره با توجه به مشکلات فراوانی که الان در این بخش در برق شهر و برق مردم.